خانم شله زهرای در جشنواره‌های مختلف شرکت کرده بود و اومد اینجا با خودش یک مقدار دیویدی آورده بود، کارهای موسیقی که متفاوت بود با موسیقی که رسمه و بیشتر درباره رپ صحبت کردیم، موسیقی زیرزمینی صحبت کردیم. ایشون یکی دو بار درباره موسیقی هیوی متال صحبت کردن، گروه هایی که کار موسیقی هیوی متال میکنن. بهشون من در اون موقع گفتم خانم من خیلی خوشحال میشم که هم آگاهی خودم بیشتر میشه، هم هموطنان ببینن اگر موسیقی هست که متفاوته الان ولی در ایران و کشورهای دیگه طرفدار داره، دوستدار داره، دوست داریم بشناسیمشون و باشون بیشتر آشنا بشیم. برای مثال یه قسمتی رو میخوایم از گروه متالیکا برای شما پخش کنیم. با ما کنار بیایید، به قولی دوستمون بیایم در با هم هارمونی ایجاد کنیم با هم دیگه. خواهش میکنم توجه. بله، این یه نوع موسیقی و عده زیادی طرفدار داره. من دیدم، یعنی نرفتم به کنسرتشون یا سیدیشون رو ندارم، ولی تو تلویزیون بعضی وقتا کانال عوض میکنم دیدم و یه عده طرفدار داره. و چون یه عده طرفدار داره، من کی هستم که به اونها بگم که نه این موسیقی رو گوش ندید، به موسیقی سنتی ایرانی گوش بدید یا به موسیقی گلها گوش بدید یا پاپولار گوش بدید. در صورت من خیلی خوشحالم که 4 نفر از جوانان وطنمون در استودیو هستن. خیلی خیلی خوشحالم معرفی کنم آقایان. آرش سلام. سلام، خیلی خوب. آقای بهمن خان، آقا رضای عزیز و